اینجا این شش تا خانم ملاحظه می‌فرمایید از گشت خارج میشن که الان در واقع اینجا وارد ایوان میشن، میان داخل اون گشت امنیت اخلاقی وارد ایوان، اینجا میان داخل کلاس، کلاس مرتب منظم، همین که دارم با فلش نشون میدن محساس، همینجا میبینید سرحال شاداب. کامل فیلمتونه؟ نه، کلش نیست. اینجا میان سوال میکنن. میگه مشکل من چیه؟ میگه اون لباس آره، توضیح میده که مشکل تو این. اول خیلی بعد دیگه میان توجه میشن که این پزشکیار چیز بهیار و پرستار ماست که بلافاصله بالا سرش میاد، اونم الان بعد از این اون دوتا عزیزان اورژانس میان. بله تایماش همه بالا، اون زمان دوربین کاملا مشخصه حدود اینا. الان دوستان اورژانس اومدن، موتورلانسی که اونجاست با تجهیزات اومدن. برای اینکه شلوغی از شلوغی کنار بیان و بتونن کارشون انجام بدن، میارن داخل راهروی پلیس امنیت اخلاقی و اینجا عمل احیا شروع میشه. تیمای بعدی اورژانس میرسن با برانکاد. اینجا یه بار احیا میشه ایشون. کاملا دراز کشیده دارن کار احیا رو انجام میدن. بلافاصله رو برانکاد گذاشته میشه، میاد با اورژانس. ما از اون ور با بیمارستان هماهنگ کردیم و انتقال داده میشه به بیمارستان کسرا. در رابطه با این فیلم هست، میگن وقتی میرن داخل هوا روشنه، وقتی میان بیرون هوا تاریک میشه. بردم دمان گروه بود، عرض کردم 18 و 30 28 تقریبا 7 و 19 و 30 دیگه داشته گرگومیش بود و عرضش. اظهارات پدر و خانواده مهسا شما چطور از اون کنید؟ شما گفتید که با دو نفر از اون عزیزانی که داخل ون بود. شما مطمئنید این وایسی که گذاشتم مربوط به پدرشه؟ این شما باید اینا میگید. ولی آخه با رسانه های داخلی هم ایشون صحبت. حالا من حرفم اینه، اگه من که نمیدونم ایشون میگن این ایشون میگن یه شخصی که، حالا این حرف رو شما تایید میکنید یا نه، ایشون میگن یکی از اشخاصی که داخل ون حضور داشتن هم با خانم امنی، به من گفتن که اونجا ضرب و شتم اتفاق افتاده و ایشون رو چه میدونم. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. آخه میدونید شما منتشر نکردید اون مسابقه که کردید با اون دو نفر رو اینا مسابقه؟ ببین حالا من که اولا نمیدونم این وایس مربوط به کی هست، در ثانی از من دارید سوال میکنید که تیم گذاشتن بررسی کردن تحقیق کردن تفحص کردن، میگم به هیچ عنوان و تو تمام مراحلی که تا اینجا اتفاق افتاده قصور و تقصیری به همکاران من وارد نیست و همکاران پلیس امنیت اخلاقی وارد نیست. من نیدم تعللی انجام بشه یا رفتار خارج از عرفی داشته باشه. جدای از رسانه‌های خارجی صحبت ایشون پخش شد، رسانه‌های داخلی هم که مصاحبه کردن اونا هم قبول ندارید؟ رسانه‌های داخلی با هم میهن، مثلا با هم خبر حتما همه به همه رسانه‌های داخلی احترام می‌ذاریم. ما نمی‌دونیم برای
ایشون وقتی صحبت کردن با یک از سرگزاری ها گفتن که دیر رسوندنشون اونجا تایم فیلم مشخص گویایی که خبرنگاری اومدی اینجا دیدی چی دیدی؟ والا خب ما که شاید اصلا فتوشاپ باشه اون گوشش ما که نمیدیم فتوشاپ کردیم؟ نه نه فتوشاپ نمیگرد تو بس تو یه نفر بس ما گفتیم شاید ما فتوشاپ کردیم یعنی ما نه ما من اینجوری نمیدم من گفتم که بس شما آگاه ترید نسبت به همه برابر قانون اینه که شعونات را عاید نمی کنن همینجا را اجتماعی حجاب اسلامی و حجاب شرعی را قانونی را عاید نمی کنن باید معرفیشون به دستگاه قضایی ماده به سلام قانون مجدد اسلامی می رو توضیح می ده حالا من خود ماده را ندارم آیه جان سرمی می گیره به تو می گیره من می گیرم خدمتون ولی ما این کار رو نمی کنیم ما می گیریم فقط یک کلاس ما می گیریم به چند دو کلاس می داریم تحویل خانوادش تحویل همسرش میده یه لحظه تحویل برادر خواهش یه لحظه ایتا بله تمام بر اساس قانونی قانون قانون اینو میگه قانون به شما میگه که شما این وضعیت در مرعا و منظر حاضر بشید بین دو تا شیش ماه به صلاح زندان دارید ولی ما این کار نمی کنیم ما اینجا در حد برادرانه خواهرانه یه آموزش مختصر تو اون کلاس هم 30 نفر 50 نفر میشنن گوش میکنن اونجا یه نفر هم نبوده همه بودن و بعد تعهد میگیریم در انتها ازشون تعهد بر مبنی بر عدم تکرار میگیریم که با این وضعیت اگه تکرار بشه چی میشه؟ ببینید اون بررسی های ما داره میگه بانه بر 81% دیگه تکرار نمیکنه یعنی آثار خودش چون بعضی ها میگن آقا گشت ارشاد و فلان و نه اینطوری نیست در خیابان بالغ بر 80-90% و توی به اصطلاح اینه که تو کلاس حضور پیدا میکنن 81% به اصطلاح چیزی به نام تکرار متوجه اگر تکرار بشه حالا به اونجا دیگه آره دیگه اونجا دیگه به اصطلاح بعد از تعهد باز کلاس آموزش و برخورده بعد طبیعتا گشتای امنیت اجتماعی و اخلاقی ما چون بعضی بعد از 10-15 سال هنوز میان گشته ارشاد ما گشته امنیت اجتماعی و اخلاقی داریم یعنی امنیت مختلف اجتماعی و احیانا اخلاقی رو کنترل میکنه و این هم برابر قانون هست یعنی برابر وظیفه ذاتی که بر عهده پلیس گذشته شده این ماموریت کسی دیگه ای نداره سازمان دیگه ای نداره در نظام جمهوری اسلامی به پلیس واگذار کرد خب در نقاط مختلف تهران اینو ماموریت دارن دارن کارشون رو انجام میدن وظایفشون رو انجام میدن شکل کار اینها به این ترتیبه که یه بخشی رو همونجا تذکر میدن که این عدد بالغ بر 90% و معمولا هم رعایت میکنن به خصوص در 4-5 سال اخیر ما این رو در جلسات دیگه هم به شما خبرنگاران گفتیم دیگه بحث بازداشت و فلان اینا به هیچ عنوان نیست اینها مثل همی فیلمی کردن انشاءالله نشونتون میدیم میان داخل یک سالونی که همین خانم ها با هم نشستن تعدادی مشاهمکاران خانم ما که به عنوان مشاور هستن حداقل تحصیلاتشون هم لیسانس فوق لیسانس و حتی دکترا اونجا داریم یه آموزش کوتاه 30 دقیقه‌ای بر اینها میگذارن آموزش هم این استش که قانون رو تفهیم میکنن ما انشالله اونایی که این تهمت های ناجوان مردانه رو به پلیس میزنن واگذار میکنیم و انشالله به اون دنیا سر پلیس صلاحات کاری نداریم ولی کل کار پلیس و گشت پلیس امنیت اجتماعی و اخلاقی ما کار ایجابیه کار ایجابیه و حتی این نکته رو ما گفتیم کسانی که حالا مثلا رعایت نکردن اون شعونت اسلامی و عرفی رو در جامعه اینها از زمان خلاف مرتکب شده مثل خلاف راهنمایی شما چجوری مثلا من به دوستانم میگم
ممکنه خود بنده شما بشینید پشت فرمون حواست نباشه یه خلافی انجام بده، جور مرتکب نشده یه خلافی انجام شده. اینی که دارم میگم من ساعتهای طولانی شخصا با همکارانم نشستم و با تک تک اینهایی که دارن تو خیابون کار میکنن توضیح دادم و حتی این جمله رو گفتم، تمام این کسانی که منتقل میشن برای توجیه و آموزش اینها خواهران ما هستن، اینها دختران ما هستن، نگاه ما به اینا اینه. حالا میبینیم این روزا یک چیزهایی گفته میشه، یک حرفایی، و اگر ما داریم اقدام میکنیم وظیفه داریم، قانون این وظیفه رو به عهده ما گذاشته، قانون این وظیفه رو به عهده پلیس گذاشته. مگر می شود در ابعاد مختلف امنیت جامعه رو تعطیل کرد؟ حتی یه تعلل کوچک در ابعاد مختلف و سطوح و شقوق مختلف امنیتی، اون بخشی که به عنوان رکن اصلی امنیت در داخل جامعه است که پلیس است، تعلل بکنه، تمام زندگی جاری ساری من و شما همین جنب هم میخوره. امنیت تعطیل بردار نیست که، اون تو سطوح مختلفی داره.